سرخط خبرها، پاسخ دندان شکن فرمانده سپاه به تهدیدات ضد ایرانی اسرائیل، حمله جدید ارتش ترکیه به اقلیم کردستان در شمال عراق با 21 موشک و انهدام موشک اندازهای پیشرفته آمریکایی در اوکراین توسط روسیه. به نام ایزد منان، سلام. به این بسته خبری از پیک خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز برای حمایت از ما کانال خودتون پیک رو سابسکرایب کنید. همزمان با افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل، سردار رمضان شریف خطاب به اسرائیل گفت اگر دست از پا خطا کنید، آنچنان درس عبرتی خواهید گرفت که برای همیشه 27,000 کیلومتری را که اشغال کرده اید از دست خواهید داد. سردار رمضان شریف عصر پنج شنبه 30 تیر 1401 در یادواره شهدای روستای آتان با اشاره به سفر رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل و عربستان تصدیق کرد. آمریکا تلاش کرد ملت‌های مسلمان منطقه را علیه ایران بسیج و جمهوری اسلامی ایران را به عنوان تهدید در منطقه معرفی کند، اما در مقابل شخص رئیس جمهور آمریکا مورد تمسخر دنیا قرار گرفت. دنیایی که رویاروی جمهوری اسلامی را با آمریکا و زیبایی دیده است و توانمندی‌های جمهوری اسلامی و ناتوانی‌های آمریکایی‌ها را می‌داند. مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران در ادامه با اشاره به دیدار همزمان ریاست جمهوری‌های روسیه و ترکیه با رهبر جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد عبارات حکیمانه، انقلابی و دقیق مقام معظم رهبری در دیدار این دو مقام ارشد کشورهای روسیه و ترکیه موجب شد که موجی از تحلیل در دنیا به راه افتد. تلاش آمریکا منزوی جلوه دادن جمهوری اسلامی است. در جریان برجام نیز محور قدرتمندی علیه آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها شکل گرفت. رهبر معظم انقلاب برای اولین بار از رئیس جمهور روسیه برای اظهاراتش علیه صهیونیست‌ها قدردانی کرد. سردار رمضان شریف افزود مقام‌های صهیونیستی ایران را تهدید می‌کنند که حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران روی میز است. سردار شریف هشدار داد که اگر اسرائیل دست به چنین اقدامی بزند، عمرش را کوتاه کرده و نابود خواهد شد. دو روز پس از اظهارات مقامات عراقی درباره حمله ارتش ترکیه به شهر زوخو و کشته و زخمی شدن چند تن از شهروندان این کشور، منابع عراقی خبر دادند که ترکیه بار دیگر این مناطق را با 21 گلوله توپ هدف قرار داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، رسانه‌های عراقی بعد از ظهر روز جمعه خبر دادند که نیروهای ترکیه بار دیگر شمال عراق را هدف حمله قرار دادند. شبکه العهد گزارش داد که نیروهای ترکیه روستای برخ و مناطق اطراف آن را با 21 گلوله توپ هدف قرار دادند. یکی از راکت‌ها در نزدیکی روستای برخ از توابع شهر زوخو اصابت کرد، اما این حمله تلفاتی به دنبال نداشته است. حمله دو روز پیش ترکیه به همین منطقه باعث شد که 9 شهروند عراقی کشته و بیش از 20 نفر دیگر مجروح شوند. و در پایان، وزارت دفاع روسیه امروز در بیانیه اعلام کرد که از اوایل ماه جولای مسکو با استفاده از تسلیحات نقطه زن 4 موشک انداز هیمارس را منهدم کرده است. به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز جمعه با صدور بیانیه اعلام کرد از اوایل ماه جولای روسیه با استفاده از تسلیحات نقطه زن 4 موشک انداز هیمارس را منهدم کرده است. در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است محل استقرار تشکیلات ملی گرایان اوکراینی در کرمات تورسک منهدم و حدود 300 ملی گرانیز کشته شدند. در همین ارتباط سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، پیشتر در مصاحبه با خبرگزاری ریا نوستی گفته بود که اگر غرب انتقال سلاح‌های پیشرفته از جمله سامانه‌های موشکی هیمارس ساخت آمریکا به اوکراین را متوقف نکند، محدوده اهداف جغرافیایی روسیه در اوکراین نیز از حدود فعلی باز هم فراتر خواهد رفت. ممنونیم از این که تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.